یه ذره انصاف داشته باش پسرم، سن و سالی ازم گذشته. فعلا که از هممون فرستری نجات سارسین ماز، ما التماس سرمون نمیشه، دلسوزی هم که حرفشو نزن. آی وای وای وای، نگاش کن تو رو خدا، بگو ببینم این جملات قصه رو از کجا یاد گرفتی؟ تو کلاس بابام. اون نمادی از وجود خودت پسرم، شرارت، خوی شیطانی، از زیر کار در رفتن، همش مخصوص خودته. کی جلوه؟ بگین که میخوام یار انتخاب کنم. بیا پسرم بیا، این برادرت بدجوری حال منو گرفته. یه بارم شده منو متعجب کن نجات. بابا خیال نکن مراد اومد تو گروهت میتونی برنده بشی، من به راحتی از پس هر دوتون برمیام. جوجه رو آخر پاییز میشمارن دروک خان، این حرفت یادت باشه. حرفو بیخیال شو، حرفو که همه میزنن، مهم عمله که باید الان نشون بدی. پیروز این میدون تو نمیتونی باشی. چرا؟ یه فرصت طلایی بهت میدم. برای چی اون وقت جایزه بهش میدی؟ چون رقیب برادرمه. آقایان گوش کنین، هر کی بگیره برنده است. اگه مامانم بفهمه چه کارایی میکنم و رحم و مروت رو میذاره کنار، مثل این فندقا منو میشکونه. راستش دوستم، من هنوزم میگم بهتره راستشو بگی. دیدی وقتی با نرمی باش حرف زدی چقدر باد را اومد؟ قشنگ به حرفت گوش کرد. داری از خاله امینه حرف میزنی یا سه روز باش حرف بزنی بازم نرم نمیشه؟ کی از صداقت ضرر کرده؟ این یه مورد با همه موارد دیگه فرق میکنه. وای دختر، دوباره شروع نکنین. تازه من چه بگم چه نگم، این قضیه اینه یه بم میترکه. دقیقا نمیترکه. بابا میگم دختره چهار تا زبون بلده، انگلیسی من چی؟ اور رایدو که یس نو. دختر کشوره نیست که نرفته باشه، اون وقت من پاسپورتم ندارم. اون رئیس از خود راضیم که به جز کار هیچ سوال دیگه ای نمیپرسه، ولی نجات خان همش سوالای خانوادگی میپرسه، دست و پامو گم میکنم. بعدشم فقط کافیه یه سر به اینترنت بزنن بفهمن دختره کیه، یعنی هر لحظه ممکنه لو برم. خیلی خوششانسی ها، لازم نیست جراحی پلاستیکی انجام بدی. دختره یه دونه عکسم تو فیسبوکش نذاشته، فقط عکس طبیعت گذاشته. ای موزی، دو ساعته داری صفحه اینترنتی دختره رو زیر رو میکنی دختر. دقیقا، فکر کنم خیلی مفیدتر از فندق شکستن شما. قربونت برم، من اطلاعات دیگه هم هست یا نه؟ ای تقریبا. میدونی تو تبدیل شدی به یه آدم حیوان دوست و علل خصوص عاشق پرنده های وحشی جنگل های آمازون و اینجور چیزا. من موندم چرا فقط عکس پرنده گذاشته، فکر کنم وضع روحیش خراب باشه. بچه این یه پرنده خیلی نادر سونا، باید ببینیمش، باید حتما ببینیمش. 5 سال یه بار میاد و فقط هم 3 روز میمونه، اینقدر ناشناخته است که هنوز اسم مشخصی هم نداره. من فقط یه چیزی رو میدونم، اونم اینه که کارم تمومه. چجوری به بابام بگم نرفتم سر کار؟ میگم چطور براش مسیج صوتی بذاری؟ تا امروز فقط اونجوری زندگی کردم که بابام دلش میخواست، ولی دیگه بسه. تازه از همه بدتر اینی که با این همه تحصیل ازم خواسته برم دستیار دستیار بشم. الان میرم بالا میگم من دیگه نیستم بابا جون، بذار یکم هم اون ناراحت شه. قلبش چی میشه عزیزم؟ نه نه، اون هیچ قلبی نداره. نه چیزه، منظورم اینه که قلبش باتری خورسون. قلب شکسته ای من چی میشه قباد؟ کی فکر منو میکنه؟ من تصمیممو گرفتم، قضیه همین امشب تمومه. مراد، همه یه کالریایی که ازم گرفتی باید پس بدی. ورزش بسکتبال بدجوری کالری میسوزونه، بدجوری. بازم اینه چی گرسنم شده، چی درست کنیم بخوریم؟ من که چیزی نمیخورم بابا، باید برم خونه، فردا یه جلسه مهم داریم، باید روش کار کنم. منتظر بودم بیای خدافظی کنم. نرو پسرم، کار همیشه هست، آخه اینم شد زندگی. بمونه برا بعد؟ نجات خان،
کار در اولویت. اینو از خودت یاد گرفتم. اون که بله، ولی هر چی سن بالا میره اولویت آدمو هم عوض میشه پسرم. برای همینم من حتما باید بازنشسته شم. باشه برو. راستی میخواستم با کمال تماس بگیرم. نظرت چیه برای تو در مورد دخترش بهش بگی؟ بهتره من هیچ نظری ندم. باور کن اینجوری بهتره. میدونی که از دروغ گفتنم خوشم نمیاد. یعنی وضعیت اینقدر خرابه؟ دختره که تازه کارو شروع کرده. رزومه خیلی قوی هم داره. من فعلا نمیتونم نظر خیلی مثبتی در مورد این تازه وارد پرهیاهو داشته باشم. با اجازه من دیگه برم. باشه، برو به سلامت. فقط یادت باشه بدقولی نکنی. یه شام به هم بده کاریا. در زم حواسم هست چقدر زحمت میکشی و کار میکنی مورا. بهت افتخار میکنم پسرم. اینو بدون. من بای غرورم، تابلوی افتخارم. نمیتونم بگم به عنوان یه پدر چقدر خوشحالم عزیزم. بابا من... نه نه، این منم که خیلی خوشحالم دخترم. دختر یکی یه دونم بزرگ شده میره سر کار. راستش من کارم... خیلی خوشت اومد نه؟ کار کردن بخش رنگی زندگیه. بابا باید حرف بزنی. ها ببین، ببین کی زنگ میزنه. عمو نجاته. سلام نجات جون، چطوری؟ آره خدا رو شکر، خدا رو شکر که اتفاقا من و سونا نشسته بودیم در مورد تو حرف میزدیم. آه چه خوب، چه خوب. وای 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 وای، ماشالله ماشالله. ببین منم خیلی خیالم راحت شد. نه نه قربونتو برم. نه قبل از اینکه برم حتما یه قراری میذاریم. قربونت برم، مواظب خودت باش. ناراحت نشدی؟ کاملا برعکس خوشحال شدم. عمو نجات خیلی ازت خوشش اومده. عمو نجات از من میگه یه دختر خیلی عاقل و نجیب بار آوردی. در ضمن گفت از هم صحبتی باهات کلی لذت برده. از هم صحبتی با من؟ آره دیگه، منظورش صبحه. من نیم ساعت بیرون کار دارم. تا برگردم شیش دونگه حواست به همه چی باشه. خب تلفن ها رو جواب بده، ولی هیچ قراری اوکی نکن. آقا موردم میخواست ببینت. ایت من رفتم. وای خدا به خیر بگذرونه. زیاد طول نمیکشه. برم ببینم اینجا چه خبره. زود برمیگرد. هیچ خبری نیست عزیزم. حتما پدرت اشتباه متوجه شده. من دیروز بدون اینکه کسی رو ببینم گذاشتم رفتم. همون نجات کیو به جای من دیده قباد؟